سه ماه پس از اعتراضات خونین مردم خوزستان به مدیریت آب آشامیدنی شهرها و حق آبه هورالعظیم، حال گزارش‌ها حاکی از آن است که به دلیل کاهش شدید حجم آب کارون و نفوذ آب شور خلیج فارس، آب آشامیدنی ساکنان شهرها و روستاهای حومه این رودخانه از اهواز تا خرمشهر به چنان میزان شوری رسیده که حتی دستگاه‌های آب شیرین کن را از کار انداخته. گزارشی از بهمن سقایی در این باره. سه ماه پیش و از پی اعتراضات مردم، دولتیان بار دیگر وعده حل سریع و اساسی مشکل آب خوزستان را دادند، در حالی که به هیچ یک از وعده های قبلی عمل نشده است. از وعده محمود احمدی نژاد که گفته بود بزرگترین تره آبرسانی کشور از کرخه تا جنوبی ترین نقطه خوزستان تصویب شده، و حسن روحانی که گفت مسئله آب و فاضلاب خوزستان را حل می کنیم، تا عیسی کلانتری رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست که در تیر ماه 1398 گفت خوزستان تا 50 سال آینده مشکل آب پیدا نمی کند. وعده های جدید اعتراف آشکاری است به ادامه بحران آب در خوزستان. قطعا مسئله آب در خوزستان راه حل داره، به خصوص این مشکلی که الان جدیدن خیلی گسترش بده کرده، این آب شور. خوزستان آب به اندازه کافی برای تأمین آب شور شهرها داره، یعنی به خصوص در دو سوم شمالی و در یک سوم به اصطلاح شرقی استان به واسطه همجواری با زاگرس. مشکلی که وجود داره فرسودگی زیر ساخت است با سرمایه‌گذاری اقتصادی. در چنین وضعیتی عباس رضایی استاندار اصفهان به تازگی گفته است به زودی از طریق تونل سوم کهرنگ روزانه 70 میلیون لیتر آب به اصفهان منتقل خواهد شد. این در حالی است که به گفته کارشناسان کارون پرآبترین رودخانه ایران به دلیل انتقال آب از سرشاخه ها و سدسازی ها در بالادست و اختصاص عمده آب باقی مانده به 7 کشت و صنعت نیشکر در پایین دست، به اهواز که میرسد جویبار کوچکی میشود مملو از پساب‌های صنعتی و کشاورزی. بهمن سقایی، صدای آمریکا.